بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، مؤمنین روزه‌دار سلام های گرم مرا پذیرا باشین. تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت یک یک شما عزیزان میکنم و امیدوار هستم که عبادت های عاشقانه و نیایش های عارفانه تان قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و با برنامه روشنا همگام و همراه باشین. عزیزان بیننده، همراه شما عزیزان هستیم و آرزو میکنیم که با یک سعادتمندی و با یک خوشبختی و احساس موفقیت امروز هم بیننده برنامه باشین و ببینین که ما امروز با شما عزیزان چه گفتگو و صحبت هایی داریم. در ماه مبارک از رمضان، در روز ششم از او هستیم، در ماه تقرب الهی و عبودیت و بندگی، و گفتیم که ماه مبارک رمضان جزء ماه‌های پرفضیلتی هست که ساعت‌ها و لحظات او را ما می‌تونیم با بهترین عبادات خود ما سپری کنیم و انشالله که غافل نباشیم از این لحظات و حتی از ثانیه‌های این ماه مبارک رمضان. و همچنان ماه استجابت دعاست. بله، چه ماه متبرکی، ماه استجابت دعا، ماهی که ما اگر دعا کنیم به استجابت میرسه. چرا؟ به خاطر از اینکه فضایی را خداوند برای ما ایجاد کرده، فضایی مملو از معنویت که مؤمنان به راحتی میتونن که تزکیه نفس انجام بدن در این ماه مبارک، و به خاطر همون هست که به استجابت دعا هم نزدیک میشیم. انشالله که دعای همه ما و شما عزیزان قبول درگاه حق باشه و حاجاتتان هم برآورده باشه. خانم دکتر رضایی امروز با ما هستند در استودیو، سلام گرم تقدیمشان میکنیم و انشالله که طاعت و عبادت شما هم قبول درگاه حق قرار بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و احترام دارم محضر شما همکار بزرگوار و همینطور تبریک و تهنیت عرض میکنم فرا رسیدن بهار طبیعت و تقارن و همزمان او با بهار قرآن. شاد باش میگم ماه ضیافت الهی رو محضر همه هموطنان. انشاءالله که این ماه همونطور که در روایات آمده که ماهی است که دهه اول او رحمت هست و بعد مغفرت و بعد برکت، خداوند به حرمت و عظمت این ماه، به حرمت شبهای قدر، به حرمت روزداران حقیقی و واقعی، رحمت و مغفرت و برکت خودش رو انشاءالله شامل حال همه مسلمین جهان به خصوص هموطنان عزیز ما بگرداند و امنیت و آرامش و ثبات و استقلال به معنای حقیقی در همه عباد رو خداوند به ملت، مردم و کشور ما عنایت بفرماید. تشکر الهی، آمین. زنده باشین خانم رضایی. ما در امروز میخواییم که با شما گفتگوهایی را داشته باشیم نسبت به دعاهای ماه مبارک رمضان. از دعا یاد کردیم و از استجابت دعا یاد کردیم. خب گفتیم که ماه مبارک رمضان ماهی است که ما دعا میکنیم در پیشگاه خداوند و مطمئن هستیم که خداوند به استجابت میرسانه دعاهای ما را. و در ماه مبارک رمضان دعاهایی هم ذکر شده، در اول روز، دوم، حالا امروز ششم ماه مبارک رمضان است. امروز میخواییم دعاهایی که از اول تا پنجم هست یک تحلیل تربیتی داشته باشیم. بله. از دعاهای ماه مبارک رمضان. بسیار عمالی، تشکر از شما. بله، من هم احساس کردم که با توجه به یکم طور که شما اشاره کردید، بله، ارزش و اهمیت و فضیلت بسیار بسیار زیادی که این ماه داره، و شاید یکی از دلایل او همی باشه که ما در بقیه این ماه ها یک قسم به اصطلاح روالی رو نداریم که هر روز یک ماه دعای خاص خودش رو داشته باشه. بله، و بله، در بعضی از موارد اعمال خاص خودش رو داشته باشه، نماز خاص خودش رو داشته باشه، و این نشان دهنده همو برتری و ویژگی منحصر به فردی است که ماه مبارک رمضان داره. اما اینکه اشاره کردید نکات تحلیل تربیتی دعا، نکاتی که در دعاهای ماه مبارک رمضان هست، عزیزان ما، خب طبیعتا امروز که روز ششم هست، در پنج روز گذشته هر روز دعای روز رو خواندن، بله، تبرک جستن نسبت به تک تک الفاظی که در دعا هست و با همه وجود خودشان از خدا خواستن که انشاءالله تحقق پیدا کنه دعاهایشان و آرزوها و درخواستهایی که دارن برآورده بشه. مطمئن
یک بررسی بسیار متناسب با زمان برنامه ما که انشالله اگر توفیق داشته باشیم بتوانیم به 5 روز برسیم. درست. در بین هر به اصطلاح دعایی که در هر روز وجود داره یک نکته کلیدی رو بیشتر چون فرصت قطعا نیستی به تک تک بندها بپردازیم. درستم. یک نکته کلیدی رو اشاره میکنم ان شاءالله که یعنی حتما اول برای ما یک پیام داره این دعا. حتما بله قطعا همینطور. مثلا میکنم در بین هر در هر پیام هر روزی یک نکته کلیدی یا بفرمایید شما یک پیام رو ان شاءالله انتخاب بکنیم و خدمت عزیزانی رو بگیم که بتوانیم خداوند در ادامه این ماه مبارک با ما توفیق رو بده که با آگاهی و با معرفت بیشتر و با باور قوی تر نسبت به عظمت و فضیلت این ماه انشاءالله گام برداریم و از ثانیه ها و لحظه به لحظه این ماه دقیقا. بزرگ نهایت استفاده رو انشاءالله ببریم. خب در روز اول دعای روز اول رو میخوانم خدمت دوستان و بعد اون نکته ای رو که میخوایم نسبت بهش تذکر خاصی داشته باشیم. اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین و نبهنی فیه عن نومة الغافلین و حبلی جرمی فیه یا اله العالمین و عفو عنی یا عافیا عن المجرمین. خب یک درخواستی است مبنی بر این که نکته ای که من روش تاکید دارم و حالا به عنوان مطلع و اولین به اصطلاح فرایند و بحثی که در این نکات تربیتی لازم هست تذکر بودم همون اول قسمت اول دعاست. درسته. می فرماید خدایا قرار بده روزم را در این ماه روزه روزداران صیام از صائمی. ببینید روزه یکی از به اصطلاح ارزش های اساسی و یکی از واجبات دینی ماست. بله. ما در فروع دینی ما فروع اول فرع اول به اصطلاح نماز است و فرع دوم روزه و میدانیم که روزه عبادتی است که خب در عین اینکه سختی ها و مشقت های خاص خودش رو داره خصوصا در ایام خاصی از سال که روزها بلندتره و هوا گرمتره در بعضی از کشورهایی که دوستان عزیزان بیننده ما ممکنه که به اصطلاح در به خاطر موقعیت جغرافی اینها ساعات روزشان بسیار طولانی تر باشه گاهی وقتا ممکنه که تا 20 ساعت هم بعضی از عزیزان ما هست که فاصله افطار تا سحرشون چقدر کم است 4 ساعته. بله بله. خب این در کنار او در کنار این سختی ها و مشقت های به اصطلاح ظاهری لذت بسیار بسیار عالی و متعالی داره و یکی از برجسته ترین ویژگی های او ایست که ما در روایت مثلا در مورد نماز ما میگیم که خب نماز اگر که به جماعت خوانده باشه فضیلتش اینقدر میشه، نماز اگر در فلان مسجد خوانده باشه اینقدر چندین برابر ثوابش بیشتره، نماز اگر در مسجد النبی و مسجد الحرام خوانده باشه هر رکعتش چند هزار مثلا برابر میشه. اما یکی از ویژگی های مناسب به فردی که روزه داره ایست که در روایات داریم که در مورد فضیلت روزه گفته خطاب حضرت سبحان هست که روزه را هیچ پاداشی نیست جز من، یعنی اینقدر ای ارزشمند عمل اینقدر ای رفتار ما و این واجب دینی ارزشمند هست. بله. که پروردگار متعال تقریبا میشه باید گفت به خاطر عظمت و شأنیت بسیار بالایی که داره در جزا و پاداش روزه گفته روزه هیچ پاداشی نداره جز خود من، یعنی خود پروردگار متعال میدانند. حالا آیا این ثواب این فضیلت و این عظمت در مورد ایست که خب فقط از یک تایمی مثلا از یک ساعتی ساعت 4:30 3:30 صبح ما شروع بکنیم به قول معروف قصد بر این داشته باشیم که امساک کنیم خودداری کنیم از خوردن. بله. تا یک تایمی مثلا در غروب خورشید در هنگام اذان مغرب، حالا ممکنه 12 ساعت بشه 15 ساعت بشه یا 20 ساعت. آیا فقط ایست ما در تعابیر داریم که ما سه قسم روزه داریم، روزه عام داریم که احتمالاً عزیزان بزرگوار ما شنیدن ایره. بله. روزه عام و روزه خاص و روزه خاص الخاص. حالا ما اینو ببینید در متناسب با همین تعبیری که در دعا داریم وجعل اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین روزه روزداران. روزه روزداران ببینید وقتی که این عبادت ما جزا و پاداش او فقط خود خداست، بهترین روزه و زیباترین روزه و همون روزه خاص الخاص روزه است که فقط و فقط به صرف مثل این که قصد بر فقط نخوردن و نیاشامیدن داشته باشیم نباشه. دقیقا. روزه ای که تمام اعضا و جوارح همه حضور خدا را، بله بله، وجود خدا را و باور به او را در تک تک لحظات و ثانیه های زندگیم ثبت کنه، احساس کنه. روزدار حقیقی یعنی من باور بکنم که بار پروردگار را در لحظه لحظه و آن آنی که الان دارم هستم، بله بله، در ماه بسیار بسیار با فضیلتی قرار دارم، من در سر سفره تو میهمان هستم و لحظه به لحظه این شرف مهمان بودن خودم را درک میکنم. یک عزیزی داشتیم روزه میفرمود که روزه فقط پرهیز نیست،
درست. روزه زمینه است برای پرواز، یعنی آنچنان روزه حقیقی و روزه است که انقدر روح من رو سبک بکنه. بله. ما با خودداری کردن از مثلا فرض کنید خوراکی ها، من فقط به جسم خودم مشقت میدم، ولی این مشقت دادن جسم باید، یعنی اگر یک وزنه سبک میشه دیگری باید اونقدر سنگین بشه و به تعالی برسه که روح مرا اونقدر سبک بکنه، به یک تعالی برسونه که من به پرواز برسم، برسون به خود خدا. یعنی درک کنم محضر حضرت سبحان رو، انشالله که خداوند این توفیق رو بده که این قسم روزه بگیریم. خانم زهوری همه بزرگواران و عزیزان این تلاش رو میکنن، یعنی انشالله خدا توفیق بده، یعنی که زحمت میکشن همه بله. خب احسن نمیخورن نمیشن به هر حال، بله. ولی تلاش ما این باشه که بتونیم علاز روحی روزدار واقعی باشیم. احسن به شما. حالا ما در مرحله ما، چشم ما، دست ما، همه روزدار باشه، همه روزدار باشه و همه درک بکنه محضر حضرت حق رو. خب به جهت اینکه وقت کم هست، من اصرارم بر این است که انشاءالله توفیق پیدا کنیم که همه پنج روز رو بتوانیم بپردازیم. وارد روز دوم میشیم اگر وقت باشه. نه یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، وارد روز دوم نشیم. وارد روز دوم نشیم. بسیار خب. از روزداران روزداران واقعی انشاءالله خداوند توفیق روز روزداران واقعی باشه، جزء اونها باشیم که البته کار سختی هم نیست. ببینید همون معنای مهمانی را تجسم بکنیم. خب طبیعتا هر کدوم از ما وقتی به مهمانی میریم به نسبت معرفت، صمیمیت و شناختی که از میزبان داریم، خودمان را علاوه بر مثلا ظاهر به عبارت آمادگی های ظاهری، لباس فلان، عطر فلان، فلان کفشم میپوشم، فلان کالایم میپوشم، علاوه بر این یک احساس درونی لذت شعفی هم داریم. من میرم فلانی رو میبینم، با فلانی در فلان موضوع گپ خواد زدیم، از حضور و استفاده خواد کردم، چقدر خوشحالم برای دیدن او و چقدر بیتابم. اگر اینو درک بکنیم که روزه به معنای حقیقی یعنی او احساس ضیافت الله را، او ویژگی میهمانی و در جوار خداوند و به سر سفره حضرت حق رفتن رو اگر درک بکنیم، انشالله توفیق این رو داریم که علاوه بر اینکه از خوردن و آشامیدن پیشگیری میکنیم، چشم و گوش و زبان ما هم روزه هست و تمام تلاشمون رو میکنیم که به هیچ عنوان به سمت گناه نریم، درک که معرفت حقیقی روزه رو پیدا کنیم که انشالله برسیم به معنای روزه روزه دار. دقیقاً و به استجابت دعا انشالله. بسیار عالی. بعد از یک وقفه کوتاه همچنان با ما همراه باشین تا به دعاهای روزهای بعدی ماه مبارک رمضان هم برسیم و به پیام‌های او هم توجه داشته باشیم. همراه ما باشین. شما بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و امیدوار هستیم که هر روز یک برنامه ریزی دقیق داشته باشیم و بیننده برنامه باشین. امروز هم با شما عزیزان هستیم. خانم دکتر رضایی هم در استودیو همراه ما هستن و میپردازیم بر روز دوم و پیام عالی که دعای روز دوم برای ما دارن. بله بسیار هم عالی. خب با اجازه شما از اونجایی که ممکنه یک تعدادی از عزیزان نسبت به ترجمه آیا به اصطلاح بندهای دعاهای روز ماه مبارک رمضان آگاهی نداشته باشن، من ترجمه میدم که ترجمه این رو خدمت عزیزان قرائت کنم. روز دوم میفرمایند که خدایا نزدیکم کن در این ماه به سوی موجبات خوشنودیت، بله، و دورم ساز در آن از خشم و عذابت و موفقم بدار در این روز به خواندن آیات قرآنیت. نه درخواست‌هایی که بنده دارد از بله بله. خداوند. ای مهربان‌ترین مهربانان. اما ببینید باز دوباره در فراز ابتدایی دعا اللهم قربنی فیه الی مرضاتک، خدای من رو به رضایت خودت، به چیزهایی که باعث خوشنودی خودت میشه نزدیک کن. خب ما چگونه به رضایت خدا دسترسی پیدا میکنیم؟ خب قطعا ما در مباحث عرفانی، در مباحث کلامی، ما در سوره مبارکه
فرج در آیات انتهایی داریم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بله، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اونجا ذکر شده که ای صاحبان نفس های مطمئنه، کسانی که به حقیقت اطمینان و باور و اعتقاد و یقین به خدا رسیدید، ارجعی الی ربک، به سمت پروردگارتون بیایید، در حالی که هم شما راضی هستید و هم یعنی هم رضایت باطنی شماست و هم که خدا از شما راضیه. خب ببینید، اگر که متناسب با وقتی برنامه، من نمیخوام به عبارتی مفاهیم عرفانی یا اصولی که در بحث‌های کلامی هستی و بسیار بسیار هم ارزشمند است، من یک اصل خیلی ساده را متناسب با اینکه ان شاءالله بینندگان عزیز ما بتوانند دور اولا درک کنن و باور کنن و بعد ان شاءالله اجرایش بکنن. رضایت از خدا یعنی چی؟ من یک نشانه بسیار ساده و یک نکته کلیدی ساده را میگم که همه ما هم میتونیم رو اجرا کنیم. چه زمانی من از خدا راضیم به معنای واقعی کلمه؟ زمانی که از خودم راضی باشم، از زندگیم راضی باشم. اگه میخواهید ببینید که خدا، یک به اصطلاح عیار خیلی ساده برای سنجش اینکه آیا خدا از من راضی است، آیا خودم از خودم راضی هستم، من از زندگیم، از اون چیزی که خدا به من داده راضی هستم، میزان رضایت قلبی خودم را میتونم یکی از معیارهای اصلی قرار بدم برای اینکه آیا خدا هم از من راضی هست یا نه. ببینید چرا؟ به خاطری که اگر ببینید ما مخلوقیم و ما عبدیم، در عین اینکه موجودات مختار آزادی هستیم، خدا به ما آزادی و اراده و اختیار داده، ولی که واقعیتا در کنار او، حالا میفرمایند امرون بین الامرین، در روایات ما از معصومین علیه السلام داریم که سوال شد آیا ما مجبوریم یا مختار، فرمودن که چیزی بین این دو است. این اختیار داشتن ما در کنار اراده و قضا و قدر الهی، نکته شیرینش بزیست که ببینید خدا در نگاه، یک نگاه ساده خدا به بنده، اینکه به من خدا نگاه میکنه که به تو او چی که دادم، هر نعمتی که به تو دادم، از سلامتی بگیرید، عافیت بگیرید، فرزند خوب، همسر خوب، زندگی خوب، مثلا تمول مالی، ذهن خوب، زبان خوب، اخلاق خوب، قلب بسیار رعوف و مهربان، بله، از اون چیزهایی که به تو دادم، چه اون نعمتهای ظاهری چه نعمتهای باطنی و درونی، آیا از اونها راضی هستی؟ این رضایت فقط صرفا اینکه خب خدای راضی اون، نه، چقدر از اونها بهره مندی، چطور از اونها استفاده میکنی، چه قدر تانستی ما از اون استفاده کنیم و بهره ببریم. میزان استفاده تو از نعمات خدا و بهره مندی اونها در راه رضایت خدا. ببینید میفرماید که خداوند به تو دست و چشم و گوش و زبان داده، خب تو در قبال اونها مسئولی، مسئولیت این چیز اینه که به بهترین شکل ممکن از اونها استفاده کنی. اگر بیان خوبی دارم، باید برای از این بیان خوبم استفاده کنم، برای هدایت کردن مردم به راه راست، برای اینکه تذکر بدم که به یک کودک، به یک نوجوان، به یک جوان، به کم سن سال خودم، به هر عزیزی بزرگوار، من بیان خوبی دارم، من میتوانم با کلمات، از کلمات نهایت استفاده را ببرم، به شکل درستی از کلمات استفاده کنم، از این بیان خوب استفاده کنم، این نعمت خدا داد را درست از استفاده بکنم، درک بکنم و برای رسیدن به رضایت خدا از بیان استفاده کنم. کما اینکه حتی ببینید ما در روایات و در داستان‌های انبیا، زمانی که حضرت موسی برای رفتن به سمت فرعون به خدا عرضه داشت که خدایا من توان، مثلا فرض کنید به لحاظ گفتگویی ممکنه که من زبانم کمی، ممکنه زبان تندتر و خشنتری داشته باشم، برادر من رو بفرست که او زیباتر سخن میگوید. او به عبارتی نید، وقتی حضرت هارون از ویژگی‌های برجسته او به ایست که حضرت هارون سخنور خوبی است، با به اصطلاح استراتژی گفتمان رو یا دیالوگ رو به اصطلاح بلده. پس این یعنی چی؟ رسیدن به رضایت خدا یعنی رسیدن به رضایت از خود. هر زمانی که من از آنچه که دارم، به آنچه که دارم راضی هستم و تمام تلاش رو میکنم که به بهترین نحو ممکن از نعمات خدا استفاده رو ببرم. این رضایتمندی انسان ها میتونه متفاوت باشه، درست است خانم؟ چطور؟ خب به هر حال یعنی انسان ها به انواع مختلف یا به نعمت های مختلف میتونه که، بله، احساس رضایت کنن. یکی از برترین نعماتی که ما داریم نعمت ولایت. من به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب اگر واقعا مفتخر باشم به ای که من خداوند تبارک و تعالی پیغمبری برای من فرستاده و پیغمبر فرموده نیتارکم فیکم الثقلین کتاب الله فطرتی، من هیچ گاه در زندگیم دوچار مشکل نخواهد شد. هر وقت دوچار مشکل باشم، یا به کتاب خدا مراجعه میکنم برای حل مشکلم، یا تمسک میجویم به ائمه اهل بیت و به ریسمان، به اصطلاح در کنار ریسمان محکم الهی تمسک میجویم به اهل بیت. این درک، این نعمت به من کمک میکنه که در همه بهبود، حتی اگر در سختی قرار گرفتم، حتی اگر یک زمانی جامعه و فشار اجتماعی اونقدر زیاد بود که من واقعا نتونستم با رضایت خاطر، حتی فشار اونقدر زیاد بود که من حتی احساس به شدت عدم ناامنی داشتم، واقعا در
در ترس بودم، استراب بودم، بله. ولی به خاطر این باز هم راضیم به رضای خدا، میگم خدای من تو به من بر این نعمت بزرگ رو به من دادی که من هرگاه دچار مشکل شدم تمسک بجویم به ائمه اهل بیت، احساس کنم که من الان در زمان موسی کاظم دارم زندگی میکنم، من معاصر با امام هادی هستم، من در زمان امام حسن عسکری دارم زندگی میکنم، شرایط اختناقی است و باز هم راضی هستم و تمام تلاش رو میکنم که بیشترین استفاده را از همین زمان هم ببرم. و اما روز سوم میفرماید که خدایا روزیم کن در این ماه تیزهوشی و بیداری و دورم گردان در آن از بیخردی و اشتباه کاری و مقرر فرما برایم بهره ای از هر خیری که در آن نازل گردانیدی به جود و کرمت ای باجود ترین جودمندان یا ای سخاوتمند ترین سخاوتمندان. خب در این دعا نکته بسیار جالبی که هست همون ابتدا میفرماید اللهم مرزقنی فیه ذهن و تنبیه. یادتون هست ما بارها در بحث تنبیه در مباحثی که قبلا عزیزان بزرگوار ما در خدمت نابودیم بحث‌های تربیتی که مطرح می‌کردیم، ما یک تقویت و تشویق داریم، یک تنبیه. معمولا تنبیه رو کلمه ناخوشایندی فرض می‌کنیم، بله. ما احساس ابتدایی ما است که وقتی که میگیم تنبیه یعنی حتما زدن، یعنی حتما خشونت کردن، یعنی جریمه کردن، جریمه کردن. ولی کردن. در این فراز از دام فرمود اللهم مرزقنی، خدا اصلا روزی مکو تنبیه را. پس تنبیه معنایی که ما برداشت میکنیم نیست، تنبیه از نبعه گرفته شده به معنای بیداری، آگاهی، از قفلت خارج شدن، هوشیار شدن، تلنگر زدن بر شما. خدای من را روزی میکن که بیدار باشم. چگونه بیدار باشم؟ یکی از نکات بسیار جالبی که هست اینه که ببینید ما در روایات داریم که گاهی وقتها بلا، مصیبتی که به سر ما میاد به خاطر اسم، اصلا بلا خودش معنیش ابتلا یعنی امتحانه. خب بله بله. امتحان میکنه خدا مرا. چرا؟ اگر یک وقتی خیلی فرو رفتم در خواب غفلت، اگر یک وقتی خیلی دچار غرور و تکبر شدم، اگر یک وقتی منم خیلی بزرگ شده، احساس میکنم که خب این زندگی که از ماست، این بچه که از ماست، این ثروت که از ماست، این توانایی که از ماست، من هستم که تلاش کردم و به این جایگاه رسیدم، گاهی وقتا پروردگار متعال مرا دچار ابتلا یعنی بلا رو برای من نازل میکنه. به خاطر چه؟ به خاطر که تنبیه باشم. تنبیه که چی؟ یک تکانی به خودم بدم که از خواب غفلت بیرون بیایم. فلانی تویی که به فلان جایگاه و موقعیت و مرتبه و مال و ثروت و مقام و شأنیت و شوکت رسیدی، اینها هیچ کدوم از آن خودتو نیست. تلاش تو هست. لیس للانسان الا ما سعی، آیه قرآنه، درسته، ولی لطف حضرت حقه، نعمت خداست. لذا تنبیه به من میگه خدای روزی هم کنی تنبیه ها را. خدای اگر یک وقتی دچار غفلت شدم، ما در دعاها حتی داریم که در نماز میگه که خدای آنی و کمتر از آنی مرا به خودمان با مگذار. ببینید این آنی و کمتر از آنی مرا به خودمان نگذار، یعنی تنبیه هر همیشه داشته باشم. پس این ما حتی در دعاها میخواییم از خدا. بله دقیقا دیگه، اللهم مرزقنی فیه ذهن و تنبیه، یعنی برای ما قرار به تگاهی بله وقتا تنبیه را که ما بتاریم به خود بیاییم. و این نشانه دوست داشتن خداست. چقدر یعنی هر از چنگاهی که خدا گاهی وقتا ما یک مصیبت های دچار میشیم که واقعا یعنی اولش برای ما علامت سواله که چرا این قسم شد فلان، ولی بعد که در به قول معروف پیشتر میریم یا حتی مشکل برطرف میشه، بعد که از دور نگاه میکنم میگم واقعا خیلی تاثیر خوبی داشت، خوب شد که این بلا سر ما اومد به فلان مسئله آگاهی بیشتری پیدا کردم. مثلا نعمت سلامتی رو خدا تا بیماری رو به من نده. واقعا امام رضا علیه السلام میفرماید سلامتی گنج ناپیداست، ثروت ناپیداست. تا زمانی که بیمار نشم از کجا میفهمم که سلامتی بسیار ارزشمنده؟ بنده خالص بنده ای است که حتی در سختی ها و مشکلات هم شکرگزار باشه. بله بله. واقعا حتما یک حکمتی درش بوده. راضی هستم به رضای خداوند. و او گاهی وقتا این تنبیه ها و حکمت ها، اصلا خود همین تنبیه کردن ها هم حکمته، یعنی که پروردگار متعال او زنگ رو به صدا در میاره. قبل از اینکه چی میفرماید که در روایت داریم حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتان از خودتان حساب بگیرید قبل از اینکه روزی برسه که فقط از شما حساب میگیرن و شما هیچ کاری کردن نمیتونید. این تنبیه کردن یعنی اگر یک وقتی در یک مسیری قرار گرفتم که داره به سمت انحراف میره، اگر یک رفتاری از من سر میزنه که ناخودآگاه معنای غرور میده، خدای نکرده به صفت تکبر شیطانی دارم نزدیک میشم، خدا یک آن به اصطلاح عامیانه خودمان یک آن یک بریکی میگیره، میگه مراقب باش، یکم تحمل کن، صبر کن، حواست باشه، حالا از دوباره به این قضیه، به این وضعیتی که داشتی نگاه کن، ببین داشتی اشتباه میرفتی، من که این قسم بلا رو سرت آوردم فقط خواستم که حواست باشه که داری چیکار میکنی. و این واقعا نشانه ارحم و رحیم بله. بودن خداوند، رحمت خداست بر ما. حالا ما یک ذره یک سختی و مشکلات میایه بر ما، چیال میکنیم خدایا ما کل عمر ما علم تو تیر شد، ما چی کنیم؟ چی حال است؟ زندگی نیست که چیال، در حالی که بعد راضی باشیم به رضای خداوند و حتی شکرگزار باشیم. و اینو بدانیم که گاهی وقت، همیشه البته خامزوری واقعیتش است که همیشه قسم نیست، ولی گاهی وقت تا بعضی از ابتلاعاتی که در زندگی میاد هدف و غرض او تنبیه، بیدار شدن و او زنگ رو به صدا در آوردن است، به خاطر اینکه ما انسانیم
و انسان از ماده نسیان گرفته شده به معنای فراموشکار. بله. و خداوند در قرآن هم بارها به صفتهای مختلف از جمله این که انسان ظلوم است، انسان جهول است، ناگاه گاهی وقتا دچار جهالت میشه و این زنگر گاهی وقتا لازم داریم. حالا خوبه که در این دعا از خدا میخوایم که خدایا مرا به خودم وامگذاری. بله. اگر یک وقتی غفلت سراسر وجود مرا گرفت، اگر یک وقتی خدای نکرده در مسیر نادرستی و در مسیر کفر و نعمت قرار گرفتم، مرا تنبیه کن و مرا آگاه کن و بیدار بساز. بله. خب ادامه دعاها بعد از یک وقفه ان شاء الله که باز هم همراه شما عزیزان هستیم. دعای ماه 4 و 5 میمان و پیام هایی که در این دعاهای بسیار خوب و زیبا هست انشالله که بعد از یک وقفه و میان برنامه همچنان برنامه خودتان را همراهی کنیم. اللهم صل على محمد المصطفى عزیزان بیننده، یک بار دیگه از شما مؤمنین روزه‌دار التماس دعا می داشته باشیم و از خدا می خواهیم که عبادت ها و بندگی های خالصانه تان قبول درگاه حق قرار بگیره و از شما می خواهیم که در بخش پایانی هم بیننده برنامه باشین و در این بخش می خواهیم که پیام های دعاهای روز 4 و 5 خدمت شما عزیزان بیان کنیم. و چقدر خوب است که وقتی که ما توجه کردیم و در این دعاها بیشتر دقت کردیم، شما عزیزانی که از امشب دعاها را مطالعه میکنین و میخوانین، مطمئن هستم که به معانی او بیشتر دقت میکنین و بیشتر توجه میکنین و انشالله در هفته دیگه که روز سه‌شنبه دیگه هست، باز هم خانم دکتر رضایی باز نسبت به سایر دعاها باز هم پیام هایی را تقدیم شما عزیزان میکنن. پس چه خوب است که از امشب شما دعاها را که میخوانین دقت و توجهتان هم بیشتر باشه و حتی میتونین که نوشته کنین پیام هایی را که خودتان احساس میکنین، اونا را یادداشت بگیرین، نوشته کنین و همزمان با برنامه ما میتونین ارسال کنین حتی برای برنامه ما. بسیار خوشحال میشیم که شما از این طریق با ما در ارتباط باشین و با ما در تعامل باشین. خانم رضایی، دعاهای 4 و 5 تا که هنوز وقت موجود هست بیان کنید. بله، بسیار عالی. در روز 4 میفرماید که خدایا نیرو ده مرا در این ماه برای برپا داشتن فرمان و دستورت، به من توانایی بده که دستورات تو را اطاعت کنم و بچشان به من شیرینی یادت را و به من یاد ده در این ماه طرز به جا آوردن سپاسگزاری خود را به بزرگواریت و نگاه هم دار در آن به نگهداری و محافظت خود ای بیناترین بینندگان. خب ببینید، قسمتی که من برش تاکید دارم، البته همه فرازها و واژه‌ها و مفاهیمی که در این دعا هست بسیار بسیار متعالی است، ولی اون چیزی که من روش تاکید دارم بند دوم این دعای روز 4 هست. می‌فرماید و ازقنی فیه حلاوت ذکرک، خدای شیرینی ذکر و یاد خودت را به من بچشان. بله بله. خب یاد خدا یکی از مفاهیم اصلی که ما میگیم که دعا که میخونیم، ما که دعا میکنیم یعنی خدا رو میخوانیم. و وقتی قرآن میخوانیم گویا که با خدا گفتگو میکنیم. کلام خداست، قرآن کلام خداست و ما در هنگام مطالعه و تلاوت قرآن. حالا من تاکیدم دقیقا بر همین دو بحثه. در تلاشمون را بکنیم خانم زهوری، هر آنچه که میتونیم، هر آنچه که در حد وسع و توان ماست، که در این ماه مبارک ما این شیرینی ذکر خدا را، حالا ذکر خداوند یکی در تلاوت قرآن، یاد خداوند در هنگامی که ما واقعا وقتی که کلام الله مجید را باز میکنم، تک تک آیه های خداوند کلام و گفتگوی حضرت سبحان است با من بنده. بله بله. پس تمام تلاش اون که که بسیار هم تاکید شده که رمضان هر چیز را بهاری است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان. تلاش کنیم که خودمان را با قرآن بیشتر مانوس کنیم. حتی اگر که توفیق ای رو داریم که قرآن میخوانیم، تدبر کنیم در معانی و اصلی ترین هدفمان عمل کردن به تمام دستورات و فرامین الهی در قرآن باشه، ولی در قدم اول تا تمام در حدی که توان داریم
تلاوت او رو حداقل، یعنی در اولین گام. بله. اگه او عزیزانی که میگن خب ما سواد قرآن خواندن نداریم، الحمدلله الان با این همه گستره ای که در عرصه تکنولوژی و امکانات داریم، ما انواع و اقسام فایل های صوتی که میشه به راحتی میشه در گوشی موبایل اونها رو ذخیره کرد به اشکال متفاوت، مثلا با سرعت بیشتر، با تحریر، با ترتیل، با قرائت. بله. با اشکال مختلف از هر قاری که شما میتونید، که بعد هم دقیقاً مشخص شده که روز اول جزء دو به حساب روز اول. بله. جزء اول جزء دوم و 30 جزء قرآن رو یکی ای دوم تلاش کنیم برای دعا کردن، شیرینی ذکر خداوند و یاد خدا. دعا حالا خب دعای بسیار بسیار با عظمتی در ماه مبارک رمضان داریم، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه سومالی، همین تک تک دعاهایی که در هر روز خوانده میشه. ولی خب عزیزان باز ممکنه یک تعدادی از بینندگان ما بگن که من که سواد ندارم، من که مثلا در دسترس نیست، من که نمیتوانم. عزیز بزرگواری مثلا پا به سنگ گذاشتن بگن من نمیبینم اصلا، چشمای مثلا دعا، اگر که دعاهای معصوره و دعاهای به اصطلاح مشخصی که در این ماه دار. دعا به معنای ذکر و نام خدا یاد و تسبیح گفتن، ذکر گفتن، سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، هر صلوات فرستادن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، که انشاءالله خداوند به حق این دعا به حق دعایی که ما در روایات داریم و در سخنان و بزرگان داریم، که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، یک جمله خیلی جالبی دارن که میگن گشتم نبود نگردید، هیچ دعایی بهتر از صلوات پیدا نکردم. دعایی است که دعای مستجابه. ما این دعا رو داشته باشیم که خدای بر محمد و آل محمد درود بفرست و در آخر عجل فرجهم رو، که درست. چرا؟ به خاطر اینکه تعجیل در فرج امام زمان، در فرج و گشایش در همه امورات زندگی ما هم کامل ترین دعا میتونه خود همین باشه. پس حلاوت ذکر و شیرینی ذکر حالا مفاهیم گسترده‌ای داره با توجه به وقت و اینکه بسیار آسان باشه برای عزیزان ما بتونن استفاده کنن. اینکه تاکید میکنم برای اینکه تا میتوانیم ان شاء الله استفاده بکنیم در ماه قرآن، برای در ماه رمضان برای تلاوت کلام الله مجید، برای خواندن قرآن، و دوم اینکه در به هر اندازه‌ای که در توان ما هست به سمت دعا و استفاده کردن. حالا گفتم تاکید میکنم یا دعاهایی که در ماه رمضان وارد شده، دعای خاص. بله. یا اینکه توفیق ذکر پروردگار در هر حالتی هستیم، یک تصمیم دست خودمون بگیریم. حتی زمانی که مثلا میخوایم استراحت هم بکنیم قبل از استراحت، تا زمانی که چشمم سنگین میشه خواب میبره، مشغول گفتن صلوات باشم، الحمدلله بگم، سبحان الله بگم، هر ذکری که در نظر بگیریم. و ما روز پنجم، خدایا قرارم ده در این ماه از آمرزش خواهان، و قرارم ده در آن از بندگان شایسته فرمان بردارت، و بگردان مرا در این روز از اولیاء مقرب درگاهت به مرحمت و مهرت، ای مهربانترین مهربانان. اما چیزی که من در این تاکید دارم فراز اولی دعاست، اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین. ماه استغفار. بله. یکی از ذکرهایی هم که میتوانیم اشاره کردم که حالا در فراز قبلی یکی از دعاها و این به عبارت مواردی که معنی حلاوت ذکر خدا رو میده استغفار کردن هست، گفتن بله. استغفر الله ربی و توبه ده. عزیزم بسیار شنیدم که شاید بالا از باب این که این تکرارها از این تکرارهایی است که بسیار شیرین است، تکراری است که ما داریم که در روایت ذکر شده که یکی از اصحاب خدمت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود و این ذکر رو به زبان اون گفت، استغفر الله ربی و توبه ده. حضرت یکم با یک حالت تندی گفتن تو میدانی معنی کلمه که به زبان آوردی چیست؟ وقتی که میگی استغفر الله ربی و توبه ل، استغفار میکنی و طلب توبه میکنی. من. گفت که یا امیرالمومنین نمیدونم، شما به من بگید. حضرت بسیار روایت بسیار به عبارتی متعالی و فراز بسیار بلندی داره، ولی نکات خیلی جالبی داره. میفرمایند که معنای اصلی استغفار و توبه کردن است که یک، بپذیری که کار اشتباهی کردی، ندامت و پشیمانی در وجود تو حاکم بشه، یعنی بفهمیم که ما اشتباه کردم، اولین گزینه، خدا منو ببخش، اشتباه کردم، گناه کردم، یعنی اعتراف میکنیم، اعتراف کردن بسیار نکته. نکته دوم، عزم بر ترک گناه، پیمان ببند، قول بده، امضا بکن به اصطلاح عامل خودمون که دیگه تکرار نکنی. سوم، اگر حق و ناس، تلاش بر جبران آنچه که انجام دادی، اشتباهی که انجام دادی جبران کن. ای خدای نکرده غیبتی کردی، آبروی کسی رو بردی، برو بروز خواهی کن. اگر مثلا خدای نکرده به مال کسی تعرض کردی، حلال و حرام به اصطلاح یعنی کردی، یعنی صرف به گفتن ذکر اکتفا نکنه. احسن به شما، اصلا کلا استغفار حقیقی، همین که حضرت با یک تندی یک مقدار تندتر میشن به وعده خدا، میگن که واژه‌ای که به زبان آوردی میدانی معنایش چیست، صرفی که تو بگی استغفر الله، گرهی از کار تو باز نمیشه، باید واقعا به معنا. نکته سوم، پسی که ادا کنی حقوق رو، خصوصا حق الناس رو، اگر خدای نکرده
به حقوق دیگران، به حقوق مسلمانان تجاوز کردی، از کسی ظلمی در حق کسی کردی. و نکته بعدی، اگر که دینی به گردن تو، خصوصا دین الهی است، مثلا نمازی اگر خدای نکرده غفلت کردی و نمازی ترک شده، نمازی قضا شده، روزه ای نگرفتی، اگر حقی به گردن تو بوده، کسایی هستن که بسیار دیدم متاسفانه شاید که با تمول مالی واقعا در حد ثروت قابل توجه به چشم گیریدن، ولی متاسفانه هنوز که هنوزه، حالا شاید بگیم که فقط صرفا توفیق حضرت سبحان نبوده، ولی خب واقعا مشرف نشدن، ولی که استطاعت یکی از شروط اساسی است، وقتی کسی مستطیع بشه حج بر او واجبه. هر کدوم از دیون و به عبارت حقوق الهی رو که اگر کسی به گردن او هست و انجام نداده، حضرت میفهمن. و نکته آخریش جالب اینجاست که حضرت به یک به اصطلاح تذکر بسیار عمیق میفرمایند، گوشتی که از گناه بر تن تو رویده، بله، خیلی هم سخت میکنه کارو و هم خیلی جذاب میشه. گوشتی که از گناه بر تن تو رویده باید آب بشه. خب حالا عزیزم میگن که خب من که مثلا به شوخی حالا میگم من خب واقعا مثلا همین اندازه است، من که گوشتی مقصود معنوی و معنای حقیقی است که همه تلاشت رو بکن که اگر مثلا خدای نکرده او گناه که معزو استغفار میکنم بدزبانیست، فحاشیست، خدای نکرده اخلاق ناخوشایندی دارم، برخورد ظالمانه با طفله، با همسرمه، با برادرمه، با خواهرمه، با فرزندمه، تمام تلاش، یعنی همه وجودمه، حتی اگر واقعا سختی جسمانی است، یعنی من ممکن است که چقدر اذیت باشم، خدای نکرده او عزیزی که مثلا حالا به این اعتراف رسیده و به این درک رسیده که بله من مدت زمان قابل توجهی نسبت به والدین خودم کوتاهی کرده بودم، حالا که استغفار میکنه و توبه میکنه، خب بسیار سخته، مثلا مادر او به سن پیری رسیده، پدر او مثلا سنی از او گذشته و مراقبت کردن و مواظبت کردن و پرستاری کردن اونها مشقت داره. این مشقت همون معنای اصلی استغفار. حضرت میفرمایند یکم به خودت سختی بده، سر حالا جبران کی میکنی، واقعا تمام تلاش رو بکن که اگر او لذت و لذت ظاهری که به خاطر غفلت از حقوق والدین داشتی الان جبران بکنه. خب یک معنی استغفار، من یک داستانی حالا به عنوان حسن ختام عزیزان شنیدن، یک داستان بسیار زیبایی است که در بسیار از موارد در موارد گفته می شود در مورد توبه. شخصی است در زمان هارون الرشید زندگی میکنه که می شود معاصر امام موسی کاظم علیه السلام به عنوان به اسم فضیل ابن عیاض. بله. این آدم بسیار، یعنی یک آدم به معنای واقعی خلافکاره به اصطلاح امروزی های ما، یک آدم است که رهزنه، راه کاروان ها رو میگیره، متاسفانه عیاشه، بسیار آدم ظالمی است، آدم کشته و کارهای بسیار ناخوشایند زشت دیگری انجام داده. بله. و جالب اینجاست که خب ایشون وارد یک محوطه‌ای میشه، به اصطلاح وارد یک روستایی میشه، یک روستایی میگذره، کنار یک چشمه میره که آب بخوره، یک دختر جوان زیبایی از کنار اون چشمه رد میشه و خب عیاض بر اساس همون فوزیل ببخشید، بر اساس همون عادتی که داشته در تمام طول عمرش، همیشه هر چه خواسته به او رسیده و با او قدرت و ترس و هیبتی که در دل آدم ها داشته، به محض اینکه اسم ایرو می آوردن واقعا دچار وحشت میشد، حتی اونقدر که هارون رشید هم از اسم آدم میترسیده که یعنی میگفتن که یک همچی آدمی است با همچی سلطه و قدرتی. فضیل رو میبینه و بعد به اصطلاح همو فرمانبرداراش میگه تعقیب کن ببین دختر کجا میره، بره به پدر مادرش بگید که من دختر شما رو میخوام. و خب اینا فرمانبردارا و به اصطلاح همین خدمه او، کسایی که از او تبعیت میکردن، میرن دنبال دختر میگیرن و پدر مادر رو میگن که فضیل هم چیزی گفت. یه بنده خدا اول شروع میکنن به گریه و بزاری خدا چیکار کنه، و بعد میرن داخل ده و روستا پیش ریسیا و ریسفیدا به اصطلاح عامیانه خودمون، میگن چی کنیم، میگن که بهتر این است که شما هم یک نفر در مقابل همه فدا کنین، چون اگر میدونید که اسم فلانی چقدر مثلا اسمش شنیدین، اگر به حرفو گوش نکنین اتفاق بعدی که میفته ای که فقط هم دختر تو رو میه و قول معروف میبره، هم کلی دره به تاراج میکشه، خانه های ما رو مثلا ویران میکنه و دزدی و چپاول میکنه، اینا بندهای خدا از سر مصلحت مجبور میشن. ولی نکته جالب اینجاست که این آدم دزده، چون عادت کرده به این که میگن فلانی یک عده ای عادت میکنن که اصلا در نمیبینن، همیشه از دیوار بالا میرن. نکته ایش که شروع میکنه از پشت بام های مردم حالت به همو خصلت دزدی خودش حرکت کردن تا میرسه به خانه ای که مد نظر هست، از روی دیوار در حال بالا رفتنه، یک وقت روی دیوار خانه بنده خدا که میرسه یک صدای خیلی محزون به گوش او میاد. به اصطلاح خوب که دقت میکنه اینه که یک بنده خدای داره قرآن میخونه و دقیقاً لحظه‌ای که فضیل روی دیوار خانه و قصد تجاوز به حریم اهل او خانه و به قول معروف به زور بردن و به زور گرفتن دختر خانه هست، آیه سوره مبارکه حدید هست، میفرماید الم یعن للذین آمنو ان تخش قلوبهم لذکر الله. یعنی آن از آن گرفته شده، همین آنی که ما شما سفره. بله. آیا آن آیا او لحظه نرسیده، آیا او آن او زمانی نرسیده است که بترسند کسانی که ان تخش قلوبهم دچار خشوع و خضوع بشن به خاطر ذکر خدا، زمان او نرسیده کسان، یک لحظه نکته جالب همین
همون یک همون بیداری. دقیقاً. و بعد جالب اینجاست که از هم روی همون دیوار برمیگرده میای پایین، میگه که دچار یک بین اون تحول میشه. بعد میگه که خدا، از روی دیوار میای پایین و اصلا کلا راه خودش کج میکنه، از روسا میره داخل یک غاری مشغول به قول معروف فکر کردن که خدای چه اشتباهی کردم، این چشت واقعا چرا من واقعا است میترسم و خضوع خشوع قلبش رو میگیره، راه میفته از غار وارد به حساب داره حرکت میکنه، میرسه به یک کاروانسرای. وارد اون کاروانسرا که میشه میبینه که این بندهای خدای که کاروانیا که اومدن بحث فضایله. این میگه خدا رحم کنه تا حالا که به طور فضایل نخوردیم، ولی اگه از این بعد فضایل ما رو ببینه، خدا شنیدی که میگن چقدر خشنه، میبینی شنیدی که میگن هر آنچه که آدم‌ها دارن میگیره. بعد به خودش فکر میکنه، میگه خدایا من چقدر آدم بدی بودم که این ترس و استرس در دل همه آدم‌ها انداختم. اینجا دیگه او به اصطلاح ندامت و پشیمانی بله. و قصد بر ترک گناه در وجود او بیشتر میشه و داریم که فضایل تبدیل به یک آدم زاهد و یک آدمی که میشه که دیگه کلن از همه کارهای زشت خودش توبه میکنه و برمیگرده و دیگه کسی او رو هیچگاه در مسیر انحراف و مسیر خطا و مسیر اشتباه نمیبینه. دیگه قرار است استغفار بکنیم انشالله، برای ما هم ایجاد شود انشالله. هم زبانی ذکر خدا رو یاد بیاریم و بگویم استغفر الله ربی و توبه، هم از خدا بخوایم که واقعا این ای قسم استغفار رو به ما بچشانه که انشالله برگشت همه با همه ابعاد وجودمون از گناه برگرده. تشکر و سپاسگزار از خانم دکتر رضایی و شما عزیزان بیننده. انشالله که عاقبت بخیر باشیم در همه روزهای زندگی امان. از حضور گرم همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و از حضور همه شما بیننده های عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن هم سپاسگزاری میکنیم و خداحافظی میکنیم. خداوند یار نگهدار همه شما عزیزان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.